خب حالا دوباره بیایم یه لایف سایکل رو نگاه بندازیم. ما تا الان روی قسمت آندرا بودیم که بتونیم چیزایی که می‌خوایم رو توی ویو رسم کنیم و گفتیم که این چهار تا قسمت برام مهمه. از اینجا به بعدش با آن میجر کار داریم که قسمت تقریبا اصلی ویو میشه که ویو سایزش توی این قسمت مشخص میشه. یعنی تو آن میجر شما باید مشخص کنید که ویوتون چقدر سایز لازم داره و چقدر سایز باید بگیره. آن میجر یه فانکشنیه که هر دفعه که سیستم احتیاج پیدا کنه که سایز ویو شما رو دوباره حساب کتاب کنه میاد اونو کال میکنه و دو تا پارامتر تحت عنوان وید میجر اسپک و هایت میجر اسپک بهتون میده. همینطور که میبینید شما باید این فانکشن اوورراید کنید، اجباری هم نیست، اختیاریه. اوورراید میکنید و یه دونه وید میجر اسپک میده و یه دونه هایت میجر اسپک. حالا اینکه این میجر اسپک ها چی هستن توی اسلاید بعدی براتون توضیح میدم. میجر اسپک در نهایت در نتیجه دو تا عدد رو توی خودش کپسولیت کرده، یعنی برای اینکه جا کمتر بشه، تعداد پارامتر کمتر شه، دو تا عدد اومده توی یه متغیر جا داده که مود و سایز هستش. یعنی ما به ازای وید میجر اسپک یه مود و سایز داریم، به ازای هایت میجر اسپک هم یه مود و سایز دیگه داریم. حالا مود و سایز چی هستش؟ اینو اولی که بگم که باید از فانکشن میجر اسپک دات گت مود بگیریم. یعنی میگیم میجر اسپک دات گت مود اون میجر اسپکی که میخوان که ما تو اینجا تو دوتا حالت وید رو استفاده میکنیم. گت سایز هم میاد یعنی تجزیه میکنه دیگه، اون میجر اسپک رو برامون تجزیه میکنه به مود و سایز. مود میتونه یکی از این سه تا حالت باشه، آن اسپسیفاید، اگزکتلی و اتماس. یعنی این یکی از این سه تا حالت. سایز هم که سایز پیکسل دقیقا مشخصه. حالا اون مودهای میجر اسپک چیا هستن؟ این موده میاد به ما میگه که کسی که ویو شما رو ساخته گفته که مثلا طول ویوتون چقدر باشه، مچ پرنت باشه، رپ کانتنت باشه یا سایزه. این میاد تو این موده مشخص میشه که اگه آن اسپسیفاید باشه یعنی معلوم نیستش که سایزش چقدر، خودتون باید حساب کنید همون رپ کانتنت خودمونه. تو موده بعدی اگزکتلی وقتی ست میشه که شما سایز دقیق دادیم، مثلا گفتین این ویوی که میخوام توی XML باشه 24 دی پی باشه. تو موده بعدی هم اتماسته که برابری میکنه با مچ پرنت. پس این سه تا حالت میتونه اتفاق بیفته برای میجر اسپک مودمون. حالا این مثال رو یه نگاه بندازین. میخوایم یه همچین دایره میخوایم که یعنی رسم کردیم، یه همچین دایره رسم کردیم، پینتمون رو اون طرف ست کردیم، توی آن کرییت بوده، پایینم آندرا هستش که گفتیم وسط صفحه یه دایره به شعاع 80 دی پی، گفتیم وسط صفحه یه دایره با شعاع 80 دی پی رسم کن و رسم کرد رو همه چی اوکیه. بعد اگه نگاه کنید توی XML وقتی که این ویو رو ساختیم طول و عرض رو مچ پرنت و مچ پرنت دادیم و یه بک‌گراند خاکستری هم بهش دادیم که بک‌گراندش رو می‌بینید. حالا می‌خوایم یه آن میجر واسه این ویو پیاده سازی کنیم که نیاد کل سفر رو بگیره. اگه ما بهش دادیم رپ کانتنت و رپ کانتنت بیا دقیقاً اون اندازه‌ای که فضا لازم داره رو بگیره. میایم این کد رو براش می‌نویسیم که این کد هم تقریباً تریدیشناله، یعنی تو اکثر ویو ازش استفاده می‌کنن و نهایتاً کسی بخواد کاستوم کنه میاد یه قسمتایش رو تغییر میده. تو قسمت سمت چپ میاد وید رو حساب میکنه، تو قسمت سمت راست هم میاد هایت رو حساب میکنه. خب اول اومده گفته مود و سایز رو از میجر اسپک گرفته، با اون گت مود و گت سایز کرده، بعد یه متغیر وید تعریف کرده و پیشفرضش رو گذاشته صفر. این متغیر وید سایز نهایی ویومون بر حسب پیکسل که میخوایم حساب بشه. که ما اومدیم گفتیم که اول ببینیم که مودمون چی هستش، مودی که ویو رو ست کرده مچ پرنت بوده، رپ کانتنت بوده یا سایز دستی ست شده بوده. اومدیم سویش زدیم گفتیم اگه آن اسپسیفاید بود بیا حالا ته یه فانکشنی ببین که این ویو چقدر سایز لازم داره، که میدونیم ویومون چقدر سایز لازم داره، میشه شعاع ضرب در 2، مثلا به شعاع 80 دی پی اون دایره رو رسم کنیم ضرب در 2 میکنیم میشه اندازه‌ای که سایز لازم داریم. تو حالت بعدی گفتیم اگه اگزکتلی بود بیا اون وید میجر سایزی که
به همون دادن و برابری کن بری توی وید که دقیقا ویومون بشه همون اندازه که از بیرون به همون گفتن. اگر هم اتماس بود که بیا ببین که اول که ویومون از صفحه خیلی بزرگتر نشه و از سایزمون هم کوچیکتر نشه. این میاد این کار میکنه که همون کار مچ برنت انجام میشه. تو قسمت سمت راست هم همین کارا رو اومده دوباره کرده برای هایت و در نتیجه شما این نکته رو باید در نظر داشته باشین که ما یه فانکشنی داریم اسم set measure dimensions، خب که اینو باید آخر آن میجر شما کال کنین، یعنی تو آن میجر شما حساب کتابتون انجام دادین باید با این فانکشن به سیستم بگین که ویو چقدر سایز لازم داره. بعد ویدو هایتمون رو set کردیم، اینجا دقیقا مشخص شده ویو چقدر سایز لازم داره. حالا تو این اسلاید میبینید که ما تو XML سایت رپ کانتنت و رپ کانتنت دادیم، دیزایر ویدو دیزایر هایت قرار شد اون اندازه که ویومون سایز میخواست رو حساب کنه که اینجا شده ریدیوس 2، یعنی مثلا اگه شعاعش 80 بود اینجا 160 رو برمیگردونه که سایز رپ کانتنت شده. فقط یه مشکلی که اینجا داره اینه که من گفتم وقتی که شما یه دایره یا هر چیزی میخواین رسم کنید به اندازه استروک وید از خط میزنه بیرون، یعنی شما باید اینجا به دیزایر وید و دیزایر هایت استروک وید رو اضافه کنید که اون مشکل برطرف بشه و میبینید که این ویو الان رپ کانتنت و دقیقاً اون اندازه‌ای که لازم داره رو فضا گرفته. حالا تو این اسلاید اومدیم به ویومون پدینگ دادیم، یه پدینگ 12 این بالا ست کردیم براش ولی اعمال نشده. چرا چیکار باید بکنیم که این قضیه حل بشه؟ اینه که پدینگ توسط اندروید هندل نمیشه، یعنی شما پدینگ رو خودتون باید دستی ست کنید، دستی هندل کنید، یعنی از ویو بگیریم ببینید پدینگ چقدر بوده و اونو به دیزایر ویدو دیزایر هایتتون اضافه کنید و اونو خودتون باید دستی حساب کتاب کنید. و در نتیجه ما اومدیم فانکشن دیزایر ویدو دیزایر هایت رو عوض کردیم، اول تو دیزارت هایت ورتیکال پدینگ رو گرفتیم که جمع پدینگ تاپ و پدینگ باتمه، جمع کردیم به اون کل دیزارت وید، یعنی اون اندازه که پدینگه ویو بازتر بشه و توی وید هم گفتیم اون اندازه که پدینگه هوریزونتال داره ویو رو بازتر کن و اینجوری شد که تونستیم پدینگ رو هندل کنیم. پس خودتون باید پدینگ رو هندل کنیم، توسط سیستم هندل نمیشه. حالا تو این حالت اومدیم سایز دستی دادیم به ویومون، دیگه رپ کانتنت نیست، دادیم 138 دیپی در 138 دیپی ولی میبینید که اون دایرمون چون ریدیوسش و شعاعش و ثابت 80 دیپی داده بودیم از خط زده بیرون، یه چیز زشتی شده. راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما بیایم موقعی که داریم ویدو هایت رو حساب میکنیم بیایم یه ایف بذاریم این قسمت، بگیم که اگه ویدو هایت سایزشون مودشون اگزکتلی بود، یعنی دقیقاً عدد وارد شده بود، بیایم بر اساس اون سایزی که وارد شده ریدیوسمون رو حساب کنیم که گفتیم بیا تقسیم بر 2 کن و ریدیوس جدید حساب کن. در غیر این صورت گفتیم که ریدیوس بشه اون 80 دی پی دیفالت خودمون. پس این کد باعث میشه که اگه کسی که داره توی XML ویو اون رو میسازه سایز دستی وارد کرده بود، این میاد ریدیوس هم بر اساس اون سایزی که وارد کرده حساب میکنه، اگه رپ کانتنت داده بود میاد با اون 80 دی پی دیفالت حساب میشه. توی این یکی حالت ویت رو 300 دی پی دادیم، هایت رو رپ کانتنت دادیم و چون تو شرطمون گفتیم اگه دوتاشون اگزکتلی بود بیا چیزو حساب کن، ریدیوس رو جدید حساب کن، در غیر این صورت 80 دی پی باشه که اینجا همون 80 دی پی میشه و حالت رپ کانتنت حساب میشه. تو این حالت ویدوهای جفتش 300 دی پیه و جفتش اگزکتلیه و این کد کال میشه و میاد داخل، ریدیوس جدید حساب میشه و دایره خیلی گنده تر شد و خیلی خوب نشون دادیم. این کد تردیشنال آن میجرمون بود که برای این ویو هم استفاده کردیم و این قسمت پایین هم ریدیوس رو حساب کردیم. اگه سوالی تا اینجا داریم بپرسیم که صفحه قبلیه بگید یکیشو میشه برای بله بله اینکه یکیشو اگزکت میده، یکیشو رفت میده، اگه از 80 بیشتر بدیم دایره دوباره میزنیم بیرون میاره. چیو از 80 کمتر بدیم؟ ببین اگه گفتیم سوالی 300 اگه جفتش اگزکتی بود، خب
بیا اون ریلی مشکل میفته مشکل میشه میاد پنج جوالتی که بیتش کمتر از 80 باشه میشه یکیش 40. آره آره اگه کمتر از 80 نه 80 ضرب در 2 میشه 100. اگه کمتر از 160 باشه میشه مثل این دیگه میشه مثل این حالت. این ویدیوهایی که شده کمتر از اون اونا نیست محاسبات همونجوری بدن. آره دیگه اومدیم تو جلوتر دیدیم که اومدیم اینجا. آره اینو میتونید بستگی به نیازی که خودتون دارین کاستوم کنید این کدو، ولی حالت کلیش این شکلیه دیگه، میتونید همه جا ازش استفاده کنید. کسی دیگه سوالی نداره؟ حالا اینکه کاستوم اتریبیوت چجوری بسازیم و پاس بدیم به ویومون. ویوهای اندروید اتریبیوت ها چیا هستن؟ اول مثلا شما یه تکست ویو دارین، اون تکستی که برش ست میکنید پاس میدین بهش اون یه اتریبیوتشه، یا چه میدونم بک‌گراند کالر اون یه اتریبیوته. شاید کاستوم ویو شما اون ویوی که دارین میسازین یه سری اتریبیوت هایی داشته باشه که نیست تو سیستم اندروید، شما باید برای خودتون جدید تعریف کنید. نحوه تعریف کردنش اینه که میایید توی فولدر ریسورس ولیوز، اگه فایل attributes.xml داشتین که هیچی توی همون تعریف میکنید، اگه نداشتین یه همچی فایلی میسازین و با تگ declare style level تعریف میکنید. که توی این حالت اومدیم یه تگ declare style level باز کردیم، تو نیم دقیقا اسم ویومون رو باید وارد کنیم که خودش هم بهتون پیشنهاد میده، مثلا m بزنید خودش کامل میکنه براتون. بعد داخل این تگ میایین تک تک اتریبیوت هایی که میخواین تعریف کنید و مشخص میکنید که یه نیم بهش میدین و یه فرمت. فرمت مشخص میکنه که نوع اون اتریبیوت چیه، دایمنشن یعنی طول و عرض، دی پی میخواین بگیرین، سایز میخواین بگیرین، اگه تکست میخواین بگیرین نوعش رو میذارین استرینگ، اگه رنگ میخواین بگیرین میذارین کالر. یه سریش از اسمش معلومه ولی مهماش هم اصلا تقریبا که مثلا عدد بگیری و کالر بگیری و استرینگ بگیری و اینا مهماشن. یه اینام داره، اینامه چیه؟ شما مثلا توی خود ویو اندروید یه ویزیبیلیتی دارین که سه تا حالت داره، اینویزیبل، ویزیبل و گان. اونو مثلا اومدن با اینام پیاده سازی کردن. شما میخواین حالتاتون رو محدود کنید، مثلا سه تا حالت داشته باشیم، چهار تا حالت، میایین از فرمت اینام استفاده میکنید و داخلش اون حالتایی که دارین رو تعریف میکنید. یه کانونشنی هم وجود داره که باید رعایت کنید، اینه که گفته اول اسم اتریبیوتاتون بیاین اسم کلاستون رو خورد کنید، مثلا مای سیرکل ویو سه تا حروف بزرگش رو بگیرین، ام و سی و وی بندازین اول اسمای اتریبیوتتون و یه آندرلاین. این باعث میشه که مثلا طرف اومده لایبرری شما رو ایمپورت کرده، لایبرری یکی دیگه هم ایمپورت کرده، جفتتون استروک سایز دارین. اگه شما این کانونشن رو رعایت نکنید اونا کانفلیکت میخورن و یه چیز عجیب غریبی میشه. این کانونشن رو رعایت کنید و اسما رو یه خورد کنید اولش بندازین و یه آندرلاین هم بذارین که مشکل کانفلیکت پیش نیاد. بعد چجوری اینا رو توی کد توی ویومون بگیریم این اتریبیوت ها رو؟ گفتیم که ما دوتا کانستراکتور باید بسازیم، کانستراکتور اول که فقط کانتکست از طریق جاوا کال میشه، کانستراکتور دوم که کانتکست و اتریبیوت ست از توی XML میاد، که گفتیم اگه اینو پیاده نکنید و توی XML ویو رو بسازین کرش میکنه اپتون، چون که دنبال کانستراکتور میگره که اتریبیوت ست بفرسته و شما این ایمپلیمنت نکردین و کرش میکنه. توی از این کانستراکتور استفاده میکنیم، یه اتریبیوت ست بهمون میده که این اتریبیوت ست رو اومدیم تبدیلش کردیم به یه تایپ اری که اسم اون استایل لیبلمون رو بهش دادیم و در نهایت از این تایپ در ریه اومدیم گت دایمنشن کردیم، اسم اون پروپرتیمون به اضافه اسم کلاسمون رو گذاشتیم و گفتیم که اگه به هر دلیلی نتونست این سایز رو بگیره دیفالت ولیو 16 رو بهش دادیم. این تیکه میاد میگه که اول بگم که این ریسیوید استروک سایز مقدار پیشفرضش منفی 1 ست شده، اگه از توی کانستراکتور XML کالشه سعی میکنی که این اتریبیوت رو بگیره، اگه نتونست بگیره 16 میکنه و فانکشن init کال میشه. فانکشن init که کال میشه اینجا اومدیم یه if else گذاشتیم، گفته اگه received stroke size از 0 بیشتر بود، یعنی اینکه توی XML پاس داده شده بود این اتریبیوت، بیا set کن روی paint که اون paint میخواد حالا اون دایره رو رسم کنه. و کدای بقیهش هم که چیز خاصی نداره، گفته رنگش مشخص شو استایلش مشخص شد.
حالا توی اینجا تو تصویر سمت چپ میبینید که کاستوم اتریبیوت ست نشده و اون 16 دی پی دیفالتی که بهش گفتیم ست میشه، ولی توی تصویر سمت راست استروک سایز بهش دادیم، گفتیم که حتما باید استروک سایز 80 دی پی باشه و میاد اون رو ست میکنه روی پینت. پینت هم موقع درا کردن از این استفاده میکنه. میبینید که پس خیلی شیت کار کرد روی ویومون. حالا یه موردی وجود داره، اینه که شاید شما یه سری اتریبیوت یا یه سری متغیر توی ویوتون داشته باشین که تغییر اونا باعث میشه که حالت ویوتون عوض شه. مثلا الان ما یه استروک سایز داریم خب که یه عدده که با تغییر اون میدونیم استایل ویومون عوض میشه. مثلا اگه استروک سایز زیاد شه قطر اون دایره هم زیاد میشه. باید حواستون باشه که وقتی اینا رو دارین ست میکنید توی ویوتون توی ست ریگتر، بستگی به نیازتون این ولیدیت یا ریکوست لیوت رو کال کنید که گفتم اینا لایف سایکل رو میچرخونن از بالا کال میشه، که حالا میریم جلوتر این دوتا رو بیشتر توضیح میدیم. یه این ولیدیت داریم یه ریکوست لیوت. این ولیدیت رو شما باید وقتی کال کنید که میدونید ویوتون فقط تغییر گرافیکی توش اتفاق افتاده، یعنی مثلا یا رنگ عوض شده یا یه همچین حالته. ولی ریکوست لیوت وقتی که شما میدونید سایز ویوتون عوض شده با تغییر اون مقدار، با تغییر اون متغیر یا اتریبیوت. پس وقتی که فکر کردین که ویوتون داره روی سایز ویو اون متغیرتون داره روی سایز ویو تاثیر میذاره، باید ریکوست لیوت رو کال کنید که اون سایز ویو دوباره حساب بشه. یا اگه تغییر گرافیک این ولیدیت رو کال کنید که تغییر اعمال بشه. الان توی این حالت میبینید که ما برای استروک سایزمون اومدیم ستر گتر نوشتیم، بعد توی ستش اومدیم فقط روی پینتمون ست کردیم. توی اکتیویتی هم من اومدم یه سیک بار گذاشتم که این وقتی تکون میخوره یه استروک سایز جدید بهش میده. خب در نتیجه اینم آپدیت میشه، استروک سایز این پینت آپدیت میشه، ولی چون بهش نگفتیم لایف سایکل رو بچرخونی اتفاقی نیفتاده اون طرف، پس این راه اشتباهه. تو حالت بعدی اومدیم این ولیدیت کال کردیم، گفتم که این ولیدیت برای وقتی که فقط میدونید تغییر گرافیکی دارین، سایزتون تغییر نمیکنه، ولی چون با تغییر استروک سایز ما سایزمون هم داره کم و زیاد میشه، باید از ریکوست لیوت استفاده کنیم که سایز دوباره حساب کتاب بشه. پس این ولیدیت هم اینجا به کارمون نمیاد. تو حالت بعدی اومدیم ریکوست لیوت رو کال کردیم که میره لایف سایکل رو یه لول میبره عقب‌تر که سایز ویو دوباره از اول حساب کتاب بشه. پس این نکته رو توجه کنید، اگه فقط تغییرتون روی یو آی و ویو هستش این ولیدیت کار کنید، اگه میدونید که سایز داره تغییر میکنه یا رو افکت میذاره روی سایز ویوتون ریکوست لیوت کنید که از اول حساب بشه. خب حالا اینکه انیمیشن چجوری استفاده کنیم توی ویومون، چون انیمیشن یکی از قسمت‌های خیلی مهمه که یو آی رو قشنگ میکنه و تاثیر داره روی اکسپریانس کاربر. برای انیمیشن توی کاستوم ویو شما باید فریم بای فریم این کار رو انجام بدین و همونطوری که میدونید ما تا الان با کلی عدد سر و کار داشتیم. خب بعد برای انیمیت کردن توی کاستوم ویو شما باید این عددا رو طبق اون روندی که خودتون میخواین کم و زیاد کنید. بعد هر دفعه که اون عدد تغییر میکنه یه بار این ولیدیت کال کنید که ویو رفرش بشه، یعنی انیمیت رو خودتون دستی باید انجام بدین. ما یه کلاس داریم تحت عنوان ولیو انیمیتور که میاد این کار رو برامون خیلی ساده میکنه. ولیو انیمیتور چیه؟ میایم بهش میگیم که ما میخوایم این متغیرمون مثلا از عدد 0 بره تا 100، بعد یه دیوریشن بهش میگیم، مثلا میگیم 2 ثانیه، این میاد 0 تا 100 و تو 2 ثانیه شبیه سازی میکنه و هی آپدیت جدید بهمون تو کالبکش میده که ما ویومون رو آپدیت کنیم. مثلا میریم یه مثال بزنیم از ولیو انیمیتور. الان من همون ویوی که داشتم و یه دایره صورتی رنگ اینجا اد کردم با این کد. این کد اومده از سینوس کوسینوس، حالا زیاد وارد جزئیات نمیشیم، زیاد ریاضی منم زیاد خوب نیست که بخوام الان توضیح بدم، ولی اینو دقت کنید که یه دیگری داریم اینجا خب که درجه رسم شدن اون دایره صورتی رو مشخص میکنه. تو این حالت استاتیکه و مقدارش هم صفر است. میبینیم که تو نقطه 0 درجه اون دایره رسم شده. بعد ما بخوایم اینو انیمیت کنیم توی این ویو بچرخونیم، بعد اون عدد دیگریه رو کم و زیاد کنیم، یعنی مثلا اگه 180 باشه روی این قسمت رسم میشه. بعد میایم یه ولیو انیمیتور میسازیم، اینو میایم توی کانستراکتور مثلا من ساختم و استارتش کردم.
اول بهش میگیم که عددت از چند باشه تا چند، مثلا تایپش فلوت از 0 تا 360. تایپ اینت میتونید بدید، حتی کالر میتونید انیمیت کنید. شما مثلا میگین که آف کالر از مثلا کالر رد برو به کالر بلو. بعد یه اینترپولیتور براش ست میکنیم که اینترپولیتور رو آخر اسلاید توضیح میدم. دیوریشنش بهش گفتیم تو 2 ثانیه باشه، یعنی تو 2 ثانیه از 0 تا 360 رو برام شبیه سازی کن. ریپیت کانت بهش دادیم اینفینیت، یعنی تا ابد همینجوری بچرخ، تا بی‌نهایت همینجوری بچرخ. و یه کالبک داره آپدیت لیسنر، که تو اون کالبک ما میتونیم اون ولیو انیمیت شده رو بگیریم ازش و ست کنیم روی دیگری، و هر دفعه که ولیو جدید میاد فانکشن اینوالیدیت رو کال میکنیم که ویو از اول رسپ شه. و میبینید که اون دیگری که هر کمو زیاد میشه، ویو اونم هی اینوالیدیتش کال میشه و انیمیت شما میتونید ببینید. یعنی فریم بای فریم شما اومدین اینوالیدیت کردین که آندرا دوباره کال شه و انیمیت رو ببینید. حالا این که اینترپولیتور چی هست، این اکسلریت دیسلریت اینترپولیتور دیفالت اکثر جا انیمیشن ها این هستش، میاد روند طی شدن اون انیمیشن رو میگه. مثلا اگه دقت کنید اینجا گفته که اول با سرعت زیاد برو، بعد آخر سرعت رو کم کن وایسا. مثلا یه همچین انیمیشنی و استایلش رو با اینترپولیتور معرفی میکنیم. تو این حالت من اومدم فقط اینترپولیتور رو عوض کردم، لینیر اینترپولیتور گذاشتم. لینیر اینترپولیتور که میگه که خطی برو جلو، یعنی هیچ پستی بلندی نداشته باش، همونجوری برو. میبینیم که قشنگ داره میچرخه، وای نمیسه، اینجا سرعتش کم و زیاد نمیشه، با همون سرعت معمولی داره میره. یه اینترپولیتور دیگه هم مثلا داریم اورشوت، که یه حالت خیلی خوبی داره، با سرعت خیلی زیادی میره، حتی از خط میزنه پایین‌تر، دوباره برمیگره به نقطه اندش، دوباره از اول شروع میکنه. اینا اینترپولیتور ها بودن. یه نکته هم هست، این که الان شما احتمالا یه لگی اینجا داری میبینید. این سر اینه که از اون صفحه گوشی من اول رکورد کردم بعد تبدیل به گیف کردم، شاید اون لگه سر اون پیش اومده، ولی خیلی اسموس حرکت میکنه روی گوشی شما انیمیشن رو پیاده سازی کنید. بعد مورد بعدی هندل کردن تاچه، که توی ویو شما تاچ رو چجوری هندل کنید و چیکار کنید. یه فانکشن هست که شما میتونید اوورراید کنید آن تاچ ایونت، که توی اون یه آبجکت موشن ایونت بهتون میده، که موشن ایونت مختصات تاچ شده رو به شما میده و یه سری اطلاعات اضافی تر، مثل اینکه اکشنش چی بوده، اکشن تاچ چی بوده، مثلا دستشو تازه گذاشته یا داره حرکت میده یا دستشو برداشته، اینا توی اکشنش مشخص میشه. ما اومدیم یه کد نوشتیم برای آن تاچ ایونت که گفتیم که تاچ ایکس و تاچ وای دوتا متغیر هستن که توی اسکوپ کلاسمون هست. گفتیم که هر وقت تاچ شد این دوتا متغیر رو تغییر بده با اون مختصاتی که کال شده. بعد اومدیم یه سویچ زدیم روی اکشنش که ببینیم اکشنش چیه. من 3 حالت رو در نظر گرفتم، اکشن داون، اکشن موو و اکشن آپ، که اگه دستشو گذاشت اتفاقی بیفته، دستشو حرکت داد چه اتفاقی بیفته، و دستشو برداشت اتفاقی بیفته. که کاری که کردم یه فلگ ایز تاچ داون بوده که تو رو فالسش کردم، هیچی، گفتم اگه دستش رو صفحه بود تو رو باشه، اگه دستش خارج از صفحه بود فالس باشه، و در آخرش هم این ولیدیت رو کال کردم. حالا چون این ولیدیت هی داره کال میشه وقتی که یوزر دستش رو موو میکنه، فانکشن آندرا کال میشه دیگه. در نهایت تو فانکشن آندرا اومدم گفتم اگه تاچ داون بود، یعنی دستش روی صفحه بود، بیا اول شروع کن یه خط افقی بکش، بعد شروع کن یه خط عمودی بکش روی اون مختصاتی که تاچ شده، و در نهایت اون تک یه تکسی ساختم که ایکس و وای اونجا نشون بده و بگه که کجا داره الان تاچ میشه، تو چه پوزیشنی هست. نکته ای که وجود داره اینه که شما اگه تاچ داون توی ویوتون انجام بشه، شما کالبکش رو میگیرین، و موو اگه خارج از ویو بشه هم کار میکنه. الان دیدین، حالا دوباره صبر میکنیم که تا اون اتفاق بیفته. تاچ از ویو خارج میشه و عددا منفی میشن، میبینید که خارج از ویو هم شما میتونید هندل کنید اگه تاچ داون توی ویو اتفاق افتاده باشه. الان میره خارج از صفحه، میبینید که عددا دارن منفی میشن و تاچ خارج از خودش هم میتونه بگیره وقتی تاچ داون توی ویو انجام شده بود. و کم کم به پایان نزدیک میشیم. حرف آخرم اینه که از کاستوم ویو استفاده کنید.
شاید اولش یکم مثلا سخت و گیج کننده باشه، یه خورده سخت باشه، مثلا بگین با روش‌های دیگه میتونم برم لایبرری اد کنم زودتر بزنم اینا، ولی کاستوم ویو باعث میشه که درک بهتری پیدا کنید و راحت‌تر بفهمید که چجوریه. بعد این ریپوزیتوری رو من آپلود کردم روی گیت‌هاب، میتونید برین ببینید تمام این اسلایدایی که بود، تمام این چیزایی که رسم کردیم همه‌شون رو یه ریپوزیتوری کردم گذاشتم روی گیت‌هاب. و یه لایبرری دیگه هم اینو چند وقت پیش من نوشتم، یکی از بچه‌ها یه همچین چیزی می‌خواست و منم نشستم نوشتم. میتونید اینم یه نگاه بندازین، یه درک بهتری از کاستوم ویو پیدا کنید و سوالی چیزی هم درباره این داشتی میتونید همون بپرسین و با هم حرف بزنیم در مورد خیلی مسائلش. و اینکه ممنون از توجهتون. آره اون تابع دات ریسایکل رو باید بذار بریم رو اسلایدش. ما یه تایپت اری گرفتیم از سیستم و با اون اومدیم تک تک اتریبیوت همون رو گرفتیم و ازش استفاده کردیم. آخر باید دات ریسایکل رو کال کنیم که اون آزاد بشه، یعنی بگیم با این کار نداریم ما دیگه، اون ریسایکل رو باید آخرش کال کنیم. اگر هم کال نکنید خودش یه هینتی بهتون میده که ریسایکل رو کال نکردین و اگه کال کنید بهتره. اینجا بود این تایپ اره که از سیستم گرفتیم، آخر کارمون تمام شد باید ریسایکل کنیم. مثلا اینکه مثلا با بیت مپ کار میکنید آخرش ریسایکل میکنید، اینجا هم یه ریسورسی استفاده میکنه. آره تمام شد باید ریسورس آزاد کنید. حالا موضوع کاستوم ویو هم که این ماه صحبت شد، موضوع خیلی بزرگه واقعیتاً، خیلی ساده. آره تو یه جلسه نمیشد اگه چیز باشه، حالا میریم سراغ پارت دو. آره واقعا پارت دو نیاز داره، یه سری مباحث مثل این که حالا چطوری کشف کنیم رو مثلا نرسیدیم صحبت کنیم. اگه انیماتورتون خیلی زیاد باشه چه اتفاقی میفته؟ خود آندرا مثلا یه سری لیمیتیشن‌های خاص خودش رو داره، اگه دیده باشید لاکتتون رو معمولا زیاد پیش میاد که مثلا میبینید یه سری فریم اسکیپ میشه. این دلیلش چیه که اسکیپ میشه؟ یه سری کارها باید و نبایدها داره خود آندرا. البته این مورداش انقدر زیاده که واقعا نمیشه توضیح داد، مثلا لیست نباید چیزی نیو کنید. حتی رکتاتون رو قبل این که بخواییم توی آندرا بکشید باید مشخص کرده باشید رکتاتون رو، چون از نظر کامپیوتیشن واقعا آندرا جای مناسبی نیستش. یه سری همچه مسئله هست، حالا مثلا اگه انیماتوراتون زیاد بود، مثلا 4-5 تا بود چجوری انیمیت کنید. ولی کلن ویو یکم از اون برنامه نویسی تمیز فاصله میگیره، یکم به سمت برنامه نویسی گرافیکی میره. حالا میگم چند نفر اینجا با OpenGL یا مثلا DirectX کار کرده باشن، این کانواسی که میبینید خیلی شبیه OpenGL هست. حالا اگه فرصت هم بشه در آینده ارائه ماجه به OpenGL داشته باشیم، خیلی از این آپراتورها همونجا استفاده میشه، خیلی اصلا از OpenGL اومده سمت ویو. و اون مسائلی هم که هست، حالا یه سری لیمیتیشن های سخت افزاری واقعا توی ویو هستش که اونا باید درست کنید.